به گفته تاریخ شناسان بنی اسرائیل همراه موسی مصر را به مقصد شام ترک می‌کنند. رامسس دوم با لشکریانش در پی آنان می‌روند. واتروک البحر رهوا انهم جند مغرقون و دریا را هنگامی که آرام است پشت سر بگذار، همانا سپاهیان آنان غرق شدگانند. سوره دخان آیه 24. بنی اسرائیل به سلامت از خلیج عقبه عبور کرده، اما فرعون و لشکریانش در دریا غرق شدند. کتب آسمانی نیز این روایت را تایید می کنند. اما آیا به راستی دریا شکاف و موسی و بنی اسرائیل از آن عبور کردند؟ آیا حقیقت دارد که سپاه قدرتمند فرعون در خلیج عقبه نابود گشت؟ هنگامی که دانشمندان و پژوهشگران در پی آثار حرکت بزرگ بنی اسرائیل از مصر بودند، اولین سوالی که آنان را به خود مشغول داشت این بود که چرا آنها از دریا عبور کردند. با توجه به اینکه آنها می توانستند در کناره دریای مدیترانه مسیری را طی کنند که نیازی به عبور از دریا نباشد، این سنگر می تواند پاسخ این سوال باشد. سنگر کشف شده سربازان فرعون در شمال صحرای سینا. این سنگر و نمونه های کشف شده دیگر نشان می دهد که تمامی صحرای سینا زیر کنترل نیروهای فرعون قرار داشته. بنابراین عبور جمعیت انبوه بنی اسرائیل به دور از دید سربازان فرعون امکان پذیر نبود. بنابراین راهی برای دور زدن دریای سرخ برای آنان وجود نداشت. دلیلی که حضرت موسی مسیر جنوب را برگزید، مسیری از میان کوههای بلند، هنگامی که آنها وارد وادی واکیل شدند دیگر راهی برای خروج از آن وجود نداشت. این دهانه وادی که بنی اسرائیل از آن بیرون آمده و به ساحل دریا رسیدند. ران وایت در دهه 1970 به این منطقه آمد. این پژوهشگر علاقه‌مند پژوهش در این رابطه بود. او به تازگی موفق به کشف کشتی نوح در کوههای آرارات ترکیه و پژوهش درباره آن شده بود. ران وایت واقعا تصمیم گرفته بود مسیر حرکت بنی اسرائیل و در پی آنان لشکریان فرعون را کشف کند، آن هم با علائم تعبیرناپذیر. او هنگامی که به این دریا نگاه کرد با خود گفت آیا واقعا روزی این دریا شکافته شد و بنی اسرائیل از آن عبور کردند؟ آیا واقعا این دریا سپاه بزرگ فرعون و خود او را نابود کرد؟ همین سوالات باعث شد تا یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین عملیات باستانشناسی تاریخ انجام گیرد. اما ران وایت برای این عملیات بزرگ نیاز به یک تأمین کننده بزرگ مالی داشت، چرا که هزینه این عملیات سر به آسمان می‌سایید. به ویژه که ران وایت تصمیم داشت خلیج عقبه را وجب به وجب بازنگری کند و آثار باقی مانده را کشف کند، آن هم با گذشت بیش از 3000 سال. هنگامی که محمد سلیمان، یک میلیاردر سعودی، هزینه های این عملیات را پذیرفت، مشکل مالی به کنار رفت. به زودی دانشمندانی از فرانسه، آلمان و آمریکا برای کار در گروه ران وایت او را همراهی کردند. اولین قدم این بود که آنها مدرکی پیدا کنند که مسیر حضرت موسی تا خلیج عقبه را تایید کند. در این میان نوشته ای از یک مورخ یونانی به کمک آنها آمد. این مورخ می نویسد موسی و بنی اسرائیل از شمال منطقه جیزه یا هیرکوپولیس، همونجا که اهرام قرار داره، به راه افتادن. اونها بعد از گذشتن از بیابونهای سینا و کوها به منطقه هایروت نزدیک خلیج عقبه رسیدند. این نقطه‌ای بود که لشکریان فرعون غرق شدند. این سند با